اتفاقات ورزشگاه مشهد در حاشیه دیدار روز سه‌شنبه ایران و لبنان در آخرین دیدار مرحله انتخابی جام جهانی 2022 قطر با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شد، در حالی که خانم‌ها از وبسایت اعلام شده بلیط خریداری کردند و منتظر ورود به ورزشگاه بودند، با ممانعت نیروهای انتظامی برای ورود به ورزشگاه و اسپری فلفل مواجه شدند. حالا همه نگاه‌ها به قطر و واکنش فیفا است. برای جزئیات بیشتر با همکارم علی امادی گفتگو می‌کنم که از قطر با ماست. علی، واکنش‌ها به اتفاقات مشهد کماکان ادامه داره، ولی واکنش فیفا چی بوده؟ آریان، با توجه به اینکه جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در سال 2019 و پس از خودسوزی سحر خدایاری، مرگ دلخراش این دختر طرفدار فوتبال که به دختر آبی مشهور شد، با فشار سازمان‌های حقوق بشری فیفا مجبور شد که از ایران برای ورود بانوان به ورزشگاه تعهد بگیره. همونطور که گفتی، الان همه نگاه‌ها به این قطر و کنگره 72 فیفا و واکنش فدراسیون جهانی هست به این موضوع، به این اتفاق، به این واقعه داعش و طالبانی که تو در مشهد اتفاق افتاد. من اینجا از مدیر رسانه فیفا، مسئول میدیای کنگره 72 که فردا قرار برگزار بشه، پرسیدم که آیا آخرین دیدار تیم ملی فوتبال لبنان و ایران رو که در انتخاب بود خبر داری؟ سریعا گفت موضوع بانوان رو در مشهد میگی. معلوم بود که از همه چیز خبر دارم. بعد سرش رو به نشونه تأسف تکون داد. من ازش پرسیدم که خب پس شما از همه چیز خبر دارید، واکنش فیفا چیه؟ و ایشون گفتش که معمولا پاسخ به این موضوعات اینچنینی در حیطه اختیارات رئیس فدراسیون جهانی و شخص جیانی اینفانتینوس. به هر حال اینفانتینو رو هم که همه میدونیم، اگه فشارهای سازمان‌های حقوق بشری روی اسپانسرهای مالی نبود در دو سال گذشته، همچون اغلب رؤسای فدراسیون‌های جهانی دیگه با حکومت‌های دیکتاتور یه جوری مماشات می‌کنن. اما الان در قطر در آستانه این کنگره فیفا و قرعه‌کشی جام جهانی امکان اتفاقات زیادی هست که بیفته، اتفاقات پیش‌بینی نشده برای تیم فوتبال ایران. همونطوری که مهرداد سراجی عضو ناراضی هیئت رئیسه توییت کرد که عامران و عاملان واقعه مشهد باید پاسخگوی تعلیق ایران، تعلیق احتمالی ایران باشن، ممکنه فردا اتفاقاتی بیفته، در حالی که سرپرست تعیین شده از سوی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال یعنی میرشاد ماجدی به همراه دبیر کل آقای حسن کامرانی فرد و سرپرست تیم آقای حمید استیلی و سرمربی دراگان اسکوتیش امشب تهران رو به مقصد دوحه ترک میکنن و فردا قراره که در این کنگره حضور پیدا بکنه آقای ماجدی. فدراسیون فوتبال با انتشار بیانیه‌ای طلبکارم شد و از خانم ها گفتش که دعوت نکرده بودیم و ادعا کرد که تنها 9 تا بلیت به بانوان فروخته شده، یا 9 نفر از بانوان بلیت خریداری کردن. اما فدراسیون به فیفا دروغ گفته که 8000 بلیت فروخته به میزان 1/3 ورزشگاه. ولی امروز استاندار مشهد و فرمانداری که نشست خبری که داشتن گفتن که 23000 مرد رو به استادیوم راه دادن. اینها همه دروغایی که بعدا مشخص میشه. حالا همه مقصرین خودشون رو طلبکار میدونن و ناراحتن که چرا با بانوان چنین رفتاری شده و باید مسببین این اتفاق باشون برخورد بشه. از دفتر رئیس جمهوری گرفته تا دادستان کل کشور تا مجلس تا کمیسیون اخلاق وزارت ورزش و احتمالاً شاید فردا بیت رهبری دفتر آقای علم‌الهدی هم واکنششون بدن که چرا به بانوان بلیت فروختید و اونها رو به ورزشگاه راه ندید. جالبه که موضوع تقلبی بودن بلیت هم خودش عجیبه، در حالی که خودشون میگن 8000 بلیت بیشتر فروخته نشده و 23000 نفر رو راه دادن. یعنی اینکه بلیت تقلبی معنی نداره وقتی که بیش از 15000 نفر رو بدون بلیت به داخل ورزشگاه، مرد رو وارد ورزشگاه کردیم. بعضی از خبرنگاران زنی که اینجا هستن برای قرعه‌کشی اومدن و از من میپرسن که خب بیشترشون از کشورهای آمریکای جنوبی و اروپا هستن، میگن خب آقایون میبینن که با خواهران و مادرانشون چنین میکنن، چرا به ورزشگاه میرن؟ که من واقعا پاسخی نداشتم برای این سوال بانوان خبرنگار و همین واقعا جای پرسش داره چرا آقایون هنوز به ورزشگاه میرن وقتی با خواهران و مادرانشون اسپری فلفل به صورتشون میپاشن. چرا آقایون به ورزشگاه میرن وقتی که با زنان این چنین میشه؟ سپاسگزارم. علی امادی از دوحه قطر با ما.